بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. و بعد، محصلین عزیز و گرامی، درس هفتم مضمون قواعد افطار از این مطلب آغاز میکنیم. المطلب الرابع تتبع المفتی للرخص. لکن قبل از اینکه به این درس آغاز کنیم، درس قبلی ما شما موضوع مستند فتوا بود، یعنی فتوا بر چی استناد داره و یا دلیل و مرجع فتوا به کجا راجع میشه، همچنان در کدام نوع مسائل فتوا داده میشه. و مطلب قبلی از او این بود که وقتی که مفتی فتوا را صادر می سازد، باید چند امر لازمی است که در نظر داشته باشد. که او این بود، اولش این بود که باید حکم شرعی را به شکل درست و صحیح بفهمه، باز این را درک کنه که مسئله چه قسم است، واقعیت چه قسم شده، او حادثه را درک کنه، باز بعد از او ایره بفهمه که چه قسم و حکم به این تطبیق میشه. و انواع مسائلی که در فتوا داده میشد، انواع مختلفی گفتیم، معاملات و عبادات و عقوبات و دیگه، و همچنان احکام مختلفی وضعی و تکلیفی در او فتوا صادر شده میتونه، و همچنان مستند فتوا را هم گفتیم. آله میاییم به این که تتبع المفتی للرخص ای چی معنا و آیا ای جایز است و یا جایز نیست، جایز است و یا جایز نیست. تتبع المفتی للرخص، جستجو پالیدن مفتی رخصت ها را. رخصت چی معنا؟ الرخصت فی اللغت، الرخصة في اللغة بمعنى اليسر، بمعنى السهولة واليسر. رخصة في اللغة بمعنى آساني و سهولة و آساني است. اي معنى رخصة است در اصطلاح، اما در لغت، اما در اصطلاح معنى شيء است. در اصطلاح ما هي ما شرع، هي ما شرع من الاحكام لعذر مع قيام المحرم، لولا العذر لثبتت الحرمه. در اصطلاح عبارت از احکامی است که مشروع گشتانده شده، شریعه مشروع گشتانده شده به خاطر یک عذر، مع قيام المحرم، با اینکه محرم حرام کننده وجود دارد. لولا العذر لثبتت الحرمت، اگر عذر نمی بود حرمت آن ثابت می شد. یعنی با ای که امی دلیل حرام کننده وجود داره، دلیل حرام کننده وجود داره، اما باز همی احکام به خاطر یک عذر مشروع گشتانده شده و شکلش تغییر کرده، یا اجازه داده شده که انسان امو عمل را انجام بده، چیزی که حرام است به خاطر امو مشکل و تکلیفی که در او، عذری که در او واقع است، به او اساس میتونه که او را انجام بده. این مثال های بسیار شده میتونه، مثلا یک انسان در سفر روان است، برش خوردن روزه جایز است، با این که خوردن، یعنی حرام بودن خوردن روزه، دلیل حرام بودن خوردن روزه ثابت است، موجود است، لیکن بخاطر از اینکه یک عذر داره ای برش جایز شده. اگر ای عذر نمی بود، اگر عذر سفر نمی بود و انسان در خانه و در جای خود می بود و روزه را می خورد، مرتکب حرمت می شد. و معنى هذا الكلام ان الاحکام التي شرعها الشارع بناء على اعذار المكلفين ولولا الاعذار لبقي الحكم الاصلي. معنی از ای است که احکام است که، عبارت از احکام است که شارع حکیم را به بنابر اعذار و بنابر عذرها و بنابر مشکلات مکلفین آن را مشروع گشتانده است. مشکلات مکلفین را شارع در نظر گرفته
با در نظر گرفتن اعذار و عذرهای مکلفین او یک چیز را شریعت مشروع گشتنده است. عذری مریضی است، روز خوردن روزه برش جایز شده. خوردن روزه یک حکمش که شریعت را ثابت ساخته، برای کی؟ برای مریض. ولولا الاعذار لبقي الحكم الاصلي، اگر اعذار وجود نمی داشت، امی عذرها وجود نمی داشت، امی تکالیف وجود نمی داشت، حکم به حالت اصلیش باقی می بود، حکم به حالت اصلیش باقی می بود. و معنی تتبع، معنی تتبع چی معنی؟ ان یبحث و یتتبع المفتی الاحکام التي بنیت على الرخصه. معنای تتبعی است که بحث کنه، پرسپال کنه، جستجو کنه مفتی امو احکامی را که به اساس رخصت بنا یافته. خب به اساس رخصت که بنا یافته او را تتبع کرد، پرسپال کرد، موجود پالید و بالاخره با چی کنه؟ و یفتی بها فی کل الاوقات، و باز به اساس از امو فتوا بوده در تمام اوقاتها. و هدفش چی می باشه؟ و ذلك لیرد المستفتی و یمشی معه فی ما یهواه، این به خاطر این کار میکنه که مستفتی را راضی بسازه و با او هم نوایی و همگامی بکنه در هر آن چیزی که خواهش و هوا هواس از اوست. و یضفی علیها صبغت الشرعیه، و بالای از او یک رنگ و یک شکل شریعت باز به اصطلاح کش کنه، یعنی اون یک صبغه یک رنگ شرعی بده. این تتبع میگه، این تتبع میگه، تتبع رو تتبع رخصت همی است که رخصت ها را بپاله و به اساس رخصت ها باز برای مستفتی فتوا بده. علی امی کار جایز است یا جایز؟ طبعا یا نجایز؟ طبعا از وهلی اول معلوم میشه که این کار نجایز است. علما در این رابطه چی میگه؟ این عبارت، این متنی که در اینجا وجود داره، این همه شمیره میرسانه که تمام علما میگه که جایز نیست که یک کسی رخصت های مذاهب را بپاله، رخصت های اقوال علما را بپاله و به اساس از او فتوا بدهد. یک، و بالخصوص در زمانی که باز فتوا را میده به کسی که او یک دوستش باشه و یا رفیقش باشه، به او فتوا میده. وقتی که به او فتوا میده باز بشته همین مسائل آسان و بشته رخصت ها بگرده، باز باش فتوا بده. یا باز به دیگرها اگر فتوا میداد، باز دوجه مسائل قدر زیاد کش نمیکنه که رخصت ها را بپاله، به اساس از درست فتوا میده. و ای علما را، ای عمل را از مفتی ای کار ناجایز دانسته و علما ای را خطاکار دانسته و ای را چیز دانسته، ناروا دانسته. حتی ابن قیم صاحب میگه که کسی که ای کار را میکنه او در حقیقت فاسق است. یعنی کسی که ای کار را میگه میکنه ای در حقیقت چی است؟ فاسق است. ترم فاسق به این معنی که شخص که فاسق شد شهادتش قبول نمیشه، دیگر مسئلش قبول نمیشه. میگه ای چرا ای فاسق است؟ میگه به خاطری که در نظر مفتی راجع خام حکم الله متعال است، حکم الله تعالی و خلاف رخصت است. وقتی که ای حکم الله متعال را ترک میکنه و غیر از اون دیگه چیزی را به خاطر آسانی و سهولت میگیره، ای در حقیقت دیگه استهزا به دین است، دین را سبک شمردن است، از دین برآمدن است و در حقیقت میخواهد که تکلیف و احکام شرعی را از مردم بیخی برداره. چرا؟ میگه در احکام شرعی خو یک نوع تکلیف و مشقت است، یک نوع تکلیف و مشقت در احکام شرعی وجود داره. دیگه به می اساس وقتی که بر در هر مسئله امو حکم خفیفتر آسانتر انتخاب کنه، دیگه به می اساس این میتونه که بسیاری از احکام را ساقط بسازه، بسیاری از احکام را ساقط بسازه. محصلین عزیز، این مسئله را متوجه باشین، یعنی اگر یک مفتی به این اساس صرف فتوا بده که آسان است، کمی خوب است، این مردم نمیتونه، او بعضی مردم بیچاره تکلیف میشن، او یه طرح سیطر است، ای اگر ای تو فتوا برش بتیم از دین متنفر میشن، ای گرد درست نیست. اگر این کار را بکنه به این اساس فتوای آسان به مردم و پلا بسته، باز در قد میگه که هیچ ایتو حکم نیست مگر که او را ساخت میسازه. مثلا در اینجا بعضی چیزهای را ایجا گفته، فیسقط فی الزکات مثلا زکات مال صغیر و زکات مال تجاره و زکات الفلوس و ما شبهها. وقتی که ایتر مسائل بپاله، باز دیدی مسائل آسان بپاله، زکات مال صغیر ساقط میشه، چرا که بعضی فقها گفته که در مال صغیر زکات نیست، مال تجارت ساقط میسازه، بالی بعضی علما گفته که در مال تجارت زکات نیست، فلوسی که غیر از طلا و نقره باشه
یا امثال از دهی زکات با ساقط میشه. یعنی ببینین تتبع رخصت به دو شکل ممکن است، یکی که امو اقوال آسان را پیدا بکنه، یکی تتبع رخصت ای است، و یکی تتبع رخصت یا پالیدن رخصت به ای است که اقوال علما را بپاله، امو اقوال به مو قول فتوا بده که او قول آسان باشه نسبتاً. حالی ای امی مثالش است. امی مثال زکات مال صغیر و زکات مال تجارتی امو مثال ای است که در اقوال اختلافات فقها امو قول انتخاب کنه که او قول کمی به طرف رفع تکلیف یا برداشتن یک حکم شرعی نزدیک باشه. مثلا بعض علما گفته که در مال صغیر زکات نیست، بعض علما گفته که در مال تجارت زکات نیست، بعض علما گفته که در فلوس زکات. ولی اگر به این اساس که آسان بپالا یا من قبل از علما رو بپالا که اون طرف به طرف آسانی رفته، دیگه این زکات ها را ساقط میسازه، و یا ایران ساقط میسازه که بسیاری از عشر که لازم است اون هم ساقط میسازه، و همچنان و اسقط تحریم المتعه، تحریم متعه را هم ساقط می‌سازد. متعه یعنی زواج، متعه یا زواج موقتی که در بعضی مذاهب غیر اهل سنت رایج است. یکی از علما در اهل سنت هم مثلا یک قول از روایت شده که او را متعه جایز دانسته، وقتی که این قسم شوه بالاخره میره این هم جایز می‌سازد. یا یجیز النبیزه، یا اگر مثلا نبیز، نبیز هم نوشابه که نشاوار است غیر از چیز باشه، از خرما باشه مثلا، غیر از انگور کشمش باشه، ایران بعضی علما جایز دانسته. با می قسم دیگه اگر میره که کل چیزهای حرام حلال میسازه، یک قول حتما از یک عالمی وجود داره که در اوجه باز یک به طرفی آسانی شده، میگه به می اساس اگر این طرف به سهولت و آسانی بگرده، یا اون قول عالم بگیره که او دو یک کمی سهولت کرده، یا حتی دو قول یک کمی از دلایل حقیقی دور شده، دو قول خود خطا شده، میگه مانایی که دین رو بیخی از بین میبره و دین رو چیز میکنه، پشت سر مندازه. به می اساس میگه احمد بن حنبل میگه اگر یک شخص به هر رخصت عمل بکنه، لو ان رجلا عمل بكل رخصت بقول الكوفة بالنبيذ وأهل المدينة في السماء وأهل مكة في المتعة وكان فاسقا. میگه اگر هر یک عمل، یک عالم، یک شخص به رخصت بعضی مردم یا قول ضعیفی بعضی مردم عمل بکنه، مثلا در قول به قول اهل مکوفة در نبیذ عمل بکنه، یا با قول اهل مدینه در سما، سما یعنی شنیدن بعضی موسیقی ها، یا با قول اهل مکه در متعه، ازدواج متعه عمل بکنه، ای آدم فاسق است. یعنی چرا؟ که گشته پالی را، اما اقوالی را پیدا کرده که در اقوال یک نوع رای جواز به خود پیدا میکنه، رای جواز به خود. به می اساس امام اوزایی میگه، گفته امام اوزایی میگه که من اخذ به نوادر العلماء خرج من الاسلام. اگر کسی که با اساس فتاوای نادر و کمیابی علمای نادر به ایمانه که در او با دیگم علما یک جای نیست، یک قول شاز گفته، کسی که با قول شاز علما فتوا بدهد، این در حقیقت چی است؟ اسلام خارج شده. این اسلام چی شده؟ خارج شده. با می اساس این میگه که این کار درست یا جایز نیست. لکن با تأسف باید بگیم که در اوقات مختلف، در زمانهای مختلف، در عصرهای مختلف، همینطور بعضی علما پیدا شده به خاطر از اینکه پادشاه و امیر و خلیفه را از خود راضی بسازه، به این قسم احکام و به این قسم مسائل را پیدا کرده و به او فتوا داده، یا به خاطر از اینکه به امیرا و حکام خود نزدیک بسازه، امو اقوال علما را، امو فتوای علما را جمع کرده که او در او خطا شده، در اجتهاد خود در اوجه خطا شده، تمام در اجتهاد خود که خطا شده در اوجه بالایشان گناهی نیست، و این را جمع کردم این خطاهای اجتهادی علما را و باز او را به چیز داده، به خلیفه پیش کرده و خلیفه را میگه که خلاص این اگرای جواز با تیمور، خلیفه یا حاکم، خلیفه یا حاکم یا ولی امر بر از او پیش میکنه، میگه این اگرای جواز برات وجود داره، خلاص فلان عالم به این قسمی قول کرده، فلان عالم به این قسمی قول کرده، میگه به تو مشکلی نیست، خیر است، یک رای جواز برات وجود داره. به می اساس ایرا علما ناجایز گفته. دیگه یک قصه را بیان کرده، آمده میگه که ابن سریج میگه که از اسماعیل قاضی ما شنیدم، قال دخلت علی المعتزد فدفع الی کتابا نظرت فيه وقد جمع فيه الرخص من زل العلماء
وما احتج به كل منهم. فقلت مؤلف هذا الكتاب زنديق. فقال لم تصح هذه الأحاديث. قلت الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكرة لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح المسكرة، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. فأمر المعتزد بإحراق هذا الكتاب. میگه اسماعیل قاضی میگه که ما به معتزد یکی از خلفاس میگه در مجلس از او در دربار زی داخل شد، رفتم پیش از او، میگه دیدم که یک کتاب برام داد. در این کتاب که نظر کردم که در این کتاب تمام رخصت ها و عمو اقوال علما را جمع کرده که او دور لغزیدن، دور با اشتباه رفتن، در اجتهاد خطا شدن، و محتج به کل منهم، و همچنان دلایل هم یقوال از اینا را هم جمع کرده. وقتی که من این کتاب دیدم، خوب مطالعه کردم، دیدم که این کتاب تمام یعنی تو اقوال را جمع کرده که در او قول خود عالم خطا شده، ولو که اجتهاد هم کرده، ولو که دلیل هم گفته، لیکن در دلیل خود و در اجتهاد خود و استدلال خود خطا شده. میگم فقلت مؤلف هذا الكتاب زنديق. خلیفه گفتم که کسی که کتاب را تعریف کرده ای آدم زندیق است. زندیق چی معنی؟ یعنی این کسی است که ظاهر خود را به دین ناراسته ساخته، لکن در باطن خودی مسلمان نیست، در باطن خودی مسلمان نیست، این آدم زندیق است. فقال لم تصح هذه الحديث. میگه برای من گفت خلیفه که آیا می حدیثی که در کتاب ذکر شده و استدلالاتی که در کتاب ذکر شده ای صحیح نیست؟ گفتم که قلت و گفتم الحدیث علی مرویت، حدیث به اون شکل است که روایت شده، لکن ببین، ولكن من اباح المسكره لم يبح المتعه، کسی که امو نبیز خرما را که او مسکر است و اهل کوفه را حلال دانسته، باز امت نکای متعه را حلال ندانسته. و مل اباح المتعه لم يبح المسكره، باز امو علمایی که او متعه را حلال دانسته، اونا باز مسکر، امو نبیز خرما را حلال ندانسته. و ما من عالم الا وله زله، هیچ عالمی وجود نداره مگر اینکه یک نوع لغزش داره، یک اشتباهی کرده. و من جمع زلل العلماء ثم اخذ بها ذهب دینه، و کسی که امی خطاهای علما را جمع کنه و باز به او عمل کنه، در حق دینش رفته. یعنی اینجا که اسماعیل قاضی کتاب دیده که امت مسائل را جمع کرده که او گفته خلاص متعم جایز است، نکاح متعم جایز است، خلیفه دیگه تو میتونی نکاح متعم بکنی، این مسکر هم جایز است در مجلس لهو چیز دیت، اگر اگر مسکر یه ملی که از چیز باشه، از خرما باشه، نشابی بکنه از خرما باشه، از چیز نباشه، از انگور نباشه یا از کشمش نباشه، او هم جایز است. این را برای جمع کرده، ولی او گفته خب وقتی که این چیزها را برای جمع کرده در علما، کسی که به جواز نبیز خرما جواز قول کرده، او باز متحر جایز نمیدونه، و کسی که متحر جایز میدونه، او باز او دیگر جایز نمیدونه. یعنی یک قدم او قبل خود اجتهاد کرده، او را باز علما گفته که خطا شده. اما این صاحب کتاب چی کرده؟ این صاحب کتاب تمام همه مسئله با تو جمع کرده و تو داده، دیگه این نیتش نیت درست نیست، این در حقیقت زندیق است. میگه باز چی کرد؟ فامر المعتزد به احراق هذا الكتاب. میگه معتزد باز امر کرد که این کتاب باید سوزانده شود و تحقق شود. خب این بود یکی از مثال است، لیکن یک سوال واقع میشه که متى يجوز الفتوى على اساس الرخصه، متى يجوز الفتوى على اساس الرخصه، آیا به اساس رخصت فتوا جایز است؟ مگه جایز است چی وقت جایز است؟ اینجا میگه ان الذاهبین الى هذا القول لم يمنعوا الافتاء بما فيه ترخيص ان كان له مسند صحيح. قال ابن القيم بعد ان ذكر تتبع المفتي للرخص لمن اراد نفعه، فان حسن قصد المفتي في حيله جائزه لا شبهه فيه، ولا مفسد لتخليص المستفتي بها من حرج جاز ذلك بل استحب. ابن قيم صاحب میگه کسی که از جسر بکنم، کسی که میگه ای موضوع را گفته که نه، ای قوله گفته که باید رخصت ها پالیده نشه، اونا باز ای را بیخی ممنوع قرار ندیده، بلکه قرار نده بلکه جایز گشتنده. اگر در یک رخصت یا فتوای بنابر رخصت یک مستند شرعی صحیح داشت، باز او کنه مشکلی نداره. ابن قیم صاحب میگه که اگر نیت مفتی درست بود
و میخواست یک حیله یا یک راه خلاصی جایز را برای مستفتی پیدا کنه که در او شبهه نباشه و در او فساد نباشه، میخواه مستفتی را خلاص کنه از یک مشکل جنجال، در اینجا میگه جاز ذالکه، ای جایز است، جاز ذالکه، ای جایز است، بل استحبه، بلکه مستحب است. چرا میگه؟ میگه دلیل از این وجود داره، وقد ارشد الله نبیه، وقد ارسل الله نبيه ايوب عليه السلام الى التخلص من الحنس. قصه ايوب عليه السلام میگه که قسم خورده بود که خانم خدا خضر میزنه، باز میگه الله متعال راهنمایی برش کرد که او را یک چیز خمچه کلا نبگیره که دو خمچه مثلا صد خمچه خود باشه و یک بار خانم خدا بزنه، دو قسم خود بار میشه، قسم خدا راست میکنه و از چیز خلاص میشه. دیگه میگه که فقال فاحسن مخارج ما خلص من المآثم و اقبح ما اوقع في المحارم، بهترین مخارج یا به اصطلاح حیله هایی که او است که او را انسان را از گناه خلاص کنه و بدترینش است که انسان را در حرام بیندازه. باز بنابر امی که ابن قیمی گپا گفته که به این شکل اگه باشه جایز است، یک قصه را هم به خاطر مثال امی چیز بیان کرده. میگه قصه در زمان ما با ابو حنیفه رحمت الله علیه واقع شده و قصه به شکلی بوده که عبارت هم برتان میخوانیم، باز معناش میکنم. والقصه حدثت في زمن الامام ابو حنیفه رحم الله عندما جاءه رجل مساء وقال له ان زوجتي غضبت مني وهي لا تكلمني وانا اقسمت ان لم تكلمني الى الفجر فهي طالقه واصررت واجتهدت واصررت وأصررت واجتهدت معها كل الطرق لكنها مصرة على موقفها ولا تكلمني فماذا أفعل حتى لا تطلق زوجتي؟ فأفتاه الإمام بأن يذهب إلى المؤذن ويتفق معه على أن يؤذن ليلة قبل الفجر، والمرأة في هذه الحالة تظن أن الفجر قد طلع ولم تكلمك فخرجت من نكاحها، وأذن المؤذن تلك الليلة قبل الفجر، ثم كلمت المرأة زوجها وادعت أنها طلقت، لكن الرجل قال لها المؤذن وأذن قبل الفجر وأنت كلمتيني فلست طالقة. قصه میگه در زمان امام ابو حنیفه واقع شده، با امام ابو حنیفه یک نفر آمد به شب، یعنی خفتن بود که آمد و گفت که خانم ما یعنی قار شد و با ما گپ نمیزنه، یعنی چیز مسئله بین ما وازی پیش شد، خب بالاخره قار شد و گپ نمیزنه و ما قسم خوردیم که اگر تا صبح صادق با ما گپ نزدی تو طلاق هستی. میگه هر چی کوشش کردم، اصرار کردم، کوشش کردم که هر تمام شیوه ها را به کار گرفتم که امرای ما گپ بزنه، لیکن این اصرار میکنه و از موقف خود تنازل نمیکنه و با ما گپ نمیزنه. فماذا افعل حتی لا تطلق زوجتی؟ این شخص به امام صاحب میگه که ما چی کنیم که خانمم طلاق نشه؟ ما خانم میخوایم که طلاق شه، اما خانم دیگه زد کرده. دیگه امام صاحب چی قسم فتوا داد؟ فافتاه الامام، امام فتوا داد برش که برو به مؤذن، مؤذن مسجد دان برو و امرایش گپ زن که امشب پیش از اینکه فجر داخل شه و آذان بده، آذان به صدای بلند پیش از داخل شدن فجر بده، و خانم وقتی که می آذان را میشنوه در این حالت فکر میکنه که خلاص صبح صادق داخل شد و امام گپ زد و به تو گپ نزد، امام آذان داد و به تو گپ نزد، بالاخره از نکاحت خارج شد و طلاق داد، طلاق شد. میگه مؤذن دمی شب پیش از فجر آذان داد، میگه وقتی که آذان داد خانم به شوهر خود گفت که خلاص اینا ما خواست چیزت خلاص شد و طلاق شد و دعوای طلاق کرد، لیکن میگه مرد برش گفت که نه، تو خبر نیستی که مؤذن امشب پیش از داخل شدن فجر آذان داده و تو طلاق واقع شد. اینا لی ببینین دریجا طبعا مرد از پیش اشتباه شده و نمیخواد که خانمش طلاق شده و خانمم شاید امی اراده را داشته باشه، خلاکه نی حالت قهر و غضب است و می احساس امام سبانیفه یک راه بدون رفت را از این مشکل برش نشان داد. این حال اگر به این قسم یک نوع چاره و چاره سازی شود که از مشکل یک کسی خلاص شود، یک خیلی درست و جایز برش جستجو شود، باز در اینجای تتبای رخصت نیست، بلکه تتبای راهی است که انسان را از حرام خلاص کنه. اگر این طلاق واقعی شد میشد، این خانواده از هم جدا میشد و شاید هم خانم هم بس بسان
پشیمان میشه، چرا که بسیاری اوقات خانم کار میشه بس بس پشیمان میشه، مردم کار میشه بس پشیمان میشه. به می احساس دیگه این یک راهی بیرون دفتره امام صاحب برش نشان داد. به هر صورت اگر به این شکل نگه باشه این جایز است، اما به شکل ولی که رخصت